أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أزغني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، زيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. یکی از اموری که در ماه مبارک رمضان ائمه علیهم السلام در دعاهاشون به ما توجه داده اند این است که ما از خدای متعال حج خانه خدا و زیارت قبور ائمه علیهم السلام و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو طلب بکنیم و در راستای این عمل عبادی سیاسی اجتماعی بوده باشیم. ماهیت ماه رمضان یک حقیقتی است که ما رو با این مجموعه مرتبط می کند و اساساً دستورات شرع مقدس یک دستورات جامعی است. دعاها هم به همین صورته، هم امور فردی و جنبه های مادی رو بهش توجه می کنند و هم امور اجتماعی دنیایی و هم امور معنوی، که این امور معنوی هم هر حال گاهی در زندگی اجتماعی شکل میگیره. لذا ما دعا رو فقط نباید از یک دریچه محدود نگاه کنی. این سحرها که محل توجه به ذات اقدس الهی است و تضرع به درگاه اوست، این جنبه های تضرع باید یک جامعیتی داشته باشه. این یک نکته است. نکته دیگر، می‌بینیم خیلی به هر حال این طلب زیارت خانه خدا تکرار شده است در همین دعاهایی هم که بعد از نمازها به هر حال می‌خوانیم بهش توجه شده. یک مشترکاتی بین ماه رمضان و ماهیت حج قطعاً وجود داره. ماهیت حج اساسش اون توجه خاص فرد و جامعه است به عبودیت خدای متعال.
که این عبودیت رو با این اعمال گوناگون حج، مخصوصا حج تمتع که بعضی از اعمالش یک جنبه قربی خاصی نداره، اما به هر حال به ما سفارش کردند تعبدن باید اونها رو انجام بدیم. مخصوصا طواف دور خانه خدا و سعی بین صفا و مروه که هم در حج تمتع هست هم در حج عمره، اینها اون حالت تعبد رو به ما توجه میدهد که از این طریق ما توجهمون به ذات اقدس الهی جلب بشه، از این طریق داریم در برابر او خضوع میکنیم. این خضوع در برابر هر حال سنگ و گل و اینها قطعا نیست. لذا در روزه هم که یک نوع اظهار خضوعی است به درگاه الهی، یک نوع بریدنی است از تعلقات و هر حال وصل شدنی است به خدای متعال، حج هم یک چنین هر حال خاصیتی رو داره. اعمالش اول انسان مهاجرت میکنه از وطنش، یک نوع بریدنی از خویشاوندان و اینها، به نوعی دور میشه، به طور قهری دل میکنه. البته خب این باید زمینه دل کندن واقعی هم باشه، این به حسب ظاهر این ارتباطات قطع میشه، انسان متوجه به خدای متعال میشه، یک نوع انقطاع جبری تو این عمل اختیاری برای انسان پیدا میشه که اینا زمینه های این است که در حال انسان کار بکنه اون انقطاع های اختیاری براش پیدا بشه. ولی به هر حال در چند قسمت از دعای شریف ابو حمزه امام سجاد علیه السلام این دعا رو می کند. خب دعای روزی شدن حج اونم به طور خاصه در امسال و در هر سال. خب اصل تقاضا، اصل تمنا خوبه، اما به حسب ظاهر برای همه کس حال میسر نیست که هر سال حج واجب یا عمره رو انجام بده. شاید حکمت این تقاضا به خاطر اون ماهیت حج که میخوان اون ماهیت حج رو انسان در راستاش باشه، حال و هوای کوچ کردن به سوی خانه خدا و انقطاع و اینها برای انسان به وجود بیاد. اون وقت در این دعاها هم گاهی ضمیر جمع به کار بسته شده که ما فقط این تقاضا و تمنا رو برای خودمون نداشته باشیم، برای اون کسانی که این حقیقت رو قبول دارن اونها هم نصیبشون بشه. اون وقت زیارت قبر نبی اکرم و ائمه علیهم السلام
این دیگه اون جنبه تکمیلی زیارت خانه خدای متعال است که در هر حال روایات آمده است که لقاء الامام من تمام الحج، ملاقات با امام در زمان هر حال حیات دنیایی امام و اینکه در دسترس ملاقات هستند، زیارت ظاهری هستند، این موجب تمام حج. و بعد از به حال در زمان شهادت و زیارت این اولیا که در عالم برزخ هستند، اون هم از جهت ماهیت فرقی نمی کنه، چون اون حیات واقعی برای این اولیا هست. لذا از دیدگاه ما ماهیت حج یک پیوند عمیق با بر حال مقام امامت داره، چون حج به نوعی عمل حج اظهار این است که ما تحت ولایت الهی قرار گرفته ایم. ولایت الهی در این عالم از طریق نبی و ولی ظهور پیدا میکنه. لذا اگر کسی واقعا ولایت الهی رو پذیرفته باشه، باید همه شؤون ولایت الهی رو به حال بپذیره. نؤمن به بعض و نکفر به بعض، این مساوی است با کفر به همه است که قرآن کریم هم به حال به این معنا دلالت داره دیگه. قرآن کریم هم به ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه، به ولایت الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون صراحت داره و آیاتی از این قبیل که اگر کسی واقعا قرآن رو پذیرفته باشه، قرآنی باشه، باید همه اینها رو بپذیره. لذا ائمه ما علیهم السلام وقتی گاهی به اصحاب خاصشون توجه میدن، به هر حال اون جمعیتی که به ولایتشون اعتقاد ندارند، اونها رو به هر حال نشون میدن ماهیتشون رو. ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، یک جهت این بیان همینه که این ظاهر حج رو میرن، واقع حج رو اینها ندارند. که البته خب تنبهی برای ما پیروانشون هم هست که به هر حال توجه دقیق تر به خدای متعال، به باطن این اعمال و رفتار ما داشته باشیم. ولی به هر حال در ادامه از خدای متعال اینطوری میخواییم: ولا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفه و المواقف الکریمه، خدای مرا از این مشاهد مشرفه محروم مکن، از این مواقف صاحب کرامت که به هر حال در اونجایی که ابدان مطهر این اولیا به هر حال دفن است، بهشت و به نوعی حقیقت بهشت
اونجاست. منتها باید ما به این مسائل اعتقاد داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، روحمون رو با این حقیقت بر حال پیوند بدیم، مأنوس بکنیم. اون معرفت هر مقدار برای ما پیدا بشه، اون جنبه ارتباط با طهارت رو درک میکنیم. ما در زیارت ها میخونیم شما اون جایی که دفن شدید به واسطه شما پاک شده است. پاکی خاک بر حال این یک پاکی ظاهری داریم که برای تیمم کردن یعنی از نجاست و اینها پاک بشه. اما این پاکی اون پاکی نیست، اون پاکی معنویه که از پاکی حقیقت امام و بدن مطهر امام به حال رنگ گرفته و متأثر شده. و البته می توانیم از این بیانات یه مقداری گسترش بدیم. هر شخصیتی که در مسیر پاکی روحی قرار گرفته باشه، در اون جایی که دفن می شود اونجا هم یک نوع پاکی پیدا می کنه که خب روایات در این زمینه ما متعدد داریم. وقتی اساساً مؤمن از دنیا میره، اون مؤمنی که در مسیر بندگی خدای متعال بوده است گریه میکنه زمین برای او که یک چنین شخصیتی رو از دست داده و مباهات میکنه به زمینه‌های دیگری که این مؤمن در اونجا دفن میشه. اینا بیانگر شعور موجوداته که شعور این موجودات در مرحله اول در ارتباط با ذات اقدس الهیه که فرمود ام من شاین الا یسبح به حمده، هم تسبیح الهی رو انجام میدهند، هم تحمید حق تعالی را و هم سجده نسبت در برابر حق. ولله یسجد ما فی السماوات و الارض. وقت از شؤون این درک و این تحمید هر چرا که با خدای متعال منتسب باشه اونها اون شعور رو دارن. لذا در حالا مشاهدات و اینها دیده شده اگر شخص در مسیر اطاعت باشه اینا انبساط پیدا میکنن، اگر در مسیر مخالفت باشه، معصیت باشه، همین ها هم یه حالت کدری پیدا میکنن. گاهی تو همین آزمایشات که حالا بعضی هاشو نقل کردن و میکنند و اینها یه مقداری ظهور و بروز پیدا کرده، توانستند این واقعیات رو به حال نشون بدن. وقتی یه گیاهی قرآن خونده میشه چه حالتی پیدا میکنه؟ خب اینها نشان دهنده من نمودی از اون شعورشونه که یک شعور کوچکی دارند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند ما بعد از اینکه از نجف آمدند ایران رفتند، 10 سال در شادآباد تبریز هر حال یک باقی داشتند براستی، نا مشغول زراعت و اینها
یه روز باغبون میگه که یه درخت رو هر کاری کردیم این دیگه رشد نمیکنه. به انهای مختلف بهش رسیدیم. حالا میخوایم این رو بکنیمش. جاش یه درخت دیگری چقدر مثلا آب و این گونه امور بهش خرج بکنیم. ظاهرا خود ایشون حالا تبر رو به روشش گذاشته بودن که بیان به طور جدی این درخت رو در حال بکنن. باغبون میبینه که نه، ایشون خیلی به صورت جدی وارد عرصه شده که این خلاصه درخت رو بکنه. ای جلوی دست ایشون رو میگیره، ایشون میگه نه میخوام بکن. بعد دیگه حالا میگه حالا یه مهلتی هم بهش بدیم این دفعه، یه مهلتی میدن. و بعدش ایشون فرمودن بعد از مدتی اومدیم دیدیم که این کم کم جوونه زده. ایشون فرمودن ما از اینجا کشف کردیم که گیاهان هم یک نحوه شعوری دارن. ولی وقتی که ایشون این رو در مشهد میفرمودن قبل از انقلاب تو این جلسات سوال و جواب، یه دکتری اونجا بود که گاهی بعضی بحثارم او پیگیری میکرد، گفت آقا در غرب یه دستگاهی رو تولید کردن که وصل میکنند با یه رباطاتی با گیاهان که به نوعی کشف کردن که اینها حزن و به حال سرور و این چیزها دارند، که اگر مثلا آهنگ سروری یا اونجا که اونا با آهنگ و اینا چیز دارند، اونا یه سروری، یه نشاطی، یک حرکتی درشون ایجاد میشه و بالعکس. به هر حال غرض این که اینجا میفهمن و المواقف الکریمه، این موقف ها که اجساد مطهر این اولیاء اونجا دفنه، اینها کرامت داره. ازا با این دیدگاه باید خلاصه انسان در اون مشاهد مشرف بشه و از اون طریق توجه به عالم ارواح مطهره این اولیا برقرار بکنه. البته خب از این معنا نوعا ما در حجاب هستیم دیگه. فرمود ولکن لا تفقهون تسبیح هم، نوع ما هم از این واقعیات در غفلت هستیم. اندکی از انسانهای پاک و مطهر این واقعیات رو به هر حال درک میکنن، چون یه سنخیت روحی پیدا کردند با این اولیا. گاهی مثلا در شرح حالا میخونیم یه ولی میره، همین میره تو صحن میشینه فقط نگاه میکنه، این حالشه. ما نمیتونیم البته تبعیت تقلید بکنیم. او به هر حال در اون جایگاه این حالت رو پیدا کرده و به هر حال یک نوع اتصالی. ما ها باید همین دستورات ظاهری رو عمل بکنیم تا کم کم هر یکی از این اولیا این چنین هست. ما باید هر کسی باید خودش باشه. گاهی بعضی از اولیا یه حالتی پیدا میکنن وقتی که میرفتن، حالا ما میخواییم تقلید از اونها بکنیم. به سینخیز میافتادن. مرحوم انصاری همدانی رضوان الله علیه میگن یه حالت خاصی ایشون داشته وقتی به حال زیارت میرفته، حالا همیشه بوده یا یه وقتی اینطوری یه دفعه بهش این حالت به حال رخ میده. و همینطور قرازم ما این شرح حال ها رو میخونیم، اینها اون واقعیات مناسب با این اولیاء
باید معتقد باشیم که یک چنین واقعیاتی هست، اما در عمل باید خودمون یک کاری بکنیم که بتونیم استفاده بکنیم، یک کاری نکنیم که اون استفاده ظاهری رو به هر حال از دست بدیم. بله، به هر حال این نکته رو عرض کردم برای اینکه گاهی این اولیا به هر حال نمیخوان اون حقیقت آشکار بشه، یک پرده عمیقی به هر حال میاندازن بر این حقیقت. اینها باید بهش بیشتر توجه میشه. در یک زمان باز خود این اولیا میخوان اتمام حجت بکنن، یک وقایعی مصائبی رخ میده، خب به خاطر حکمت هایی. در یه زمان نه، اون هم به خاطر نشان دادن مقاماتشونه. کربلا یک واقعه عمل استثنایی تو عالم که همه این جنایات رخ داده، لذا نباید ما به هر حال استیحاش بکنیم که چطور میشه ولی الله به هر حال این برخوردها باهاش میشه. آن زمان متوکل ملعون چندین مرتبه میخواد اون مشهد رو، قبر مطهر امام حسین علیه السلام رو شخ بزنه، یک به هر حال مانعی و حیوان نمیره. اینا رو باید اینطوری باهاش برخورد کنی که هر یک از اینها حکمت هایی داره. معرفت باید پیدا بکنیم. یک وقت با پذیرفته این یک واقعه، یک واقعه دیگر رو انکار نکنیم. باید یک دید در حال جامعی داشته باشیم. خداوند انشاءالله به حق اولیایش این شبها که شبهای معرفت پیدا کردن معرفت افزایی است نسبت به خدای متعال، نسبت به اولیای دین، نسبت به معارف دین، باید این رو هم به هر حال خالصانه و خاضعانه و صادقانه بخواهیم که این دریچه های معرفت به روی ما باز بشه و یک جانب نگری نداشته باشیم. این یک جانب نگری خیلی لطمه میزنه، مخصوصا برای یه عالمی که حالا یه مدتی سر سفره اهل بیت علیهم السلام بوده تا درست بهره‌وری نکرده، حالا میفته به جون یه مقداری روشن فکر شده، میفته به جون معارف دیگر. اصلا غیبت صغرا رو نفیش میکنه و این مسائل رو وقت توجیه میکنه به مسائل دیگر. اینا رو دقت داشته باشین. گاهی عزیزان ممکنه تو این کلیپ ها حرف هایی از بعضی هم لباس های ما مخصوصا سید هم باشند و یه مدتی هم در برابر وهابیت و اینها حرف زده باشند و یه شأنی پیدا کرده باشن، حالا ما خیال کنیم دیگه این حرفشون حرفای منطقی جواب نداره. اینها خیلی به نظر میرسه کوته فکری و کوته بینیه. ما حالا طلبه ها باید تو این حوزه ها عمق پیدا بکنیم، این رو توجه داشته باشیم و خالصانه متضرعانه استمداد گرانه از صاحبمون به هر حال بخواهیم که اون چرا که اونها به هر حال داشته اند رو انشالله بفهمیم. خب
امروز روز سه‌شنبه بود، ما به مناسبت هایی که ایام هفته هم باشه از توسلی به ساحت مقدس بعضی از ائمه علیهم السلام خواهیم داشت انشاءالله. حالا عزیزمون هم یه توسل کوتاهی برای اینکه آمادگی پیدا بشه برای مناجات به ذیل عنایت حضرت سید الساجدین امام العارفین که واقعا امام سجاد با چه بر حال درد و رنجی همراه بوده است. از جهت مجموعه درد و رنج ها می شود گفت که امام سجاد علیه السلام از اون ائمه است که مجموعه ابتلاعات بر اون حضرت هجوم آورده. اون وقت با این توجهات خودشون رو تسکین میدهند. در حال مواجه شدن با اون وقایع، مخصوصا در حال بدن ولی الله رو اونطور ببینه، چون حقایق این مسائل رو جز ولی الله درک نمی کنه. این رو باید بدون. ماها اگر یه پرده برای اون بعد داشته بشه قالب تهی می کنی. اینا رو باید بدونیم، تقاضای وقت نکنیم. بعضی ها تقاضایی کردن به حال قالب تهی کردن. لذاست که امام سجاد علیه السلام با این دعای ابو حمزه، دعاهایی که در صحیفه مبارکه بیان میکنند، چه معارف عمیقی رو به ما القا میکنند که انشاءالله از اینها استفاده بکنیم. السلام علیک یا ابا الحسن.